انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که جامعه جهانی نظارگر اقدامات گروه طالبان است که آیا به آنچه وعده سپرده‌اند عمل میکنند یا خیر. انتونی بلینکن گفت که وزارت خارجه ایالات متحده با طالبان کار میکند تا پروازهای اضافی چارتر را از کابل برای افراد تسهیل بخشد که میخواهند پس از خروج نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی افغانستان را ترک کنند. آقای بلینکن افزود که در ساعات اخیر در تماس نزدیک با گروه طالبان قرار دارند تا این ترتیبات تایید شود. اکنون که صحبت میکنیم یک معامله بزرگ دیپلماسی را روی این انجام میدهیم. در مورد این موضوع با شمول ساعات اخیر با طالبان نیز در تعامل بوده ایم. آنان گفتند با افراد اجازه خروج آزادانه میدهند که اسناد سفر داشته باشند. ما و ده ها کشور دیگر آنان را به این امر متحد نگه میداریم. جامعه جهانی مشاهده میکند که آیا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند یا خیر. آقای بلینکن این اظهارات را در کنار لوید آستن وزیر دفاع آمریکا و وزرای خارجه و دفاع قطر در یک کنفرانس خبری مشترک در دوحه بیان کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از همکاری قطر در روند تخلیه سپاسگزاری کرد. در یک لحظه حساس و تاریخی قطر بالاتر و فراتر عمل کرد و سخاوتمندی شما کمک کرد تا جان هزاران نفر نجات داده شود. نهایت مفتخر هستم که اردوی ایالات متحده در کنار شرکای ما بزرگترین تخلیه هوایی تاریخ را تکمیل کرد و بیش از 124 هزار نفر را به گونه مسئول خارج کرد. پس از تکمیل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، میدان هوایی کابل غیر فعال شد، اما طالبان گفتند که به همکاری قطر و ترکیه تلاش برای دوباره فعال ساختن کامل این میدان جریان دارد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت که کار بیشتری در میدان هوایی بین‌المللی کابل باید انجام شود تا برای پروازهای تجارتی نیز آماده شود. آنچه ترمیم شده میدان هوایی کابل را قادر به پذیرش پروازهای چارتر ساخته است. ما پروازهای امدادرسانی بشردوستانه را به گونه آزمایشی در آن میدان انجام داده ایم. اما قسمی که قبلا هم خاطر نشان کردیم معیارات خاصی وجود دارد که بایست رعایت شود، به ویژه از نظر امنیتی. اگر بخواهیم که در آن پروازها مسافرین را سوار کنیم نیاز به یک توافق با طالبان دارد که هنوز روی آن مذاکره جریان دارد. بلینکن و آستن در ملاقاتی که با همتایان قطری خود داشتند از همکاری و کمک قطر در راستای فراهم کردن ترانزیت ده ها هزار نفری که از 15 اگست تا 31 این ماه در روند تخلیه از افغانستان خارج شدند سپاسگزاری کردند. قطر به افغانهایی که از ترس طالبان در روند تخلیه افغانستان را ترک کردند در پایگاه هوایی العدید اسکان داده است، جایی که مقر اصلی فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده نیز قرار دارد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.